خیابان‌های شهر کابل امروز عطر و بوی قدیر به خود گرفته بود. جوانان به ویژه در غرب شهر کابل به مناسبت عید سعید قدیر خم از مردم با شیرنی و شربت پذیرایی می‌کردند. ما هر سال همین قسمی یک برنامه روزانه برای عید داریم، شربت بین مردم توزیع می‌کنیم و برای هر کنشون با لبخند، چون روز شادی هست و با لبخند میگیم که عید شما مبارک. باید کار بکنیم که عید قدیر هر سال پرشکوه‌تر و خوبتر بتونیم تجلیل کنیم ازش. برخی از مردم هم در این ایستگاه‌های پذیرایی دلنوشته‌های خود را می‌نوشتند. باور ما است که قدیر در حقیقت تفسیر قضیه ظهور هست و این دلنوشته‌ها عهد برای قضیه ولایت خواهد بود. هر کس اینجا یک دلنوشته هر چی به قلبش است می‌نویسه تا تعهد بکنه نسبت به آقای امام زمان و اینه که چطوری سرباز قدیر باشه، سرباز ولایت باشه. این جوانان عید قدیر را نماد وحدت و همدلی مسلمانان به ویژه در افغانستان می‌دانند. ما کوشش می‌کنیم که بتونیم مثلا یک زمینه را فراهم بکنیم که گرد هم بیاییم و وحدت به میان به همدیگر پذیری به میان به در افغانستان. علاوه بر برگزاری جشن قدیر در مساجد و حسینی‌ها، برخی‌ها نیز تصمیم گرفتند به مناسبت عید قدیر در بین آوارگان این روزهای جنگ افغانستان قضای نظری توزیع کنند. نه تنها اینجا در کابل، بلکه در استانهای مختلف افغانستان، از جمله در استان هرات، استان بامیان، استان غزنی، در شهر مزار شریف، در استان بلخ و همچنین دیگر استانهای افغانستان به طور ویژه از عید قدیر تجلیل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.